بله. واقعا امیدوارم که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشی. خیلی ممنونم، لطف داری. مراقب خودت باش. بله. تو هم همینطور. بله، من مراقب خودم هستم. من دیگه سفارش نکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما خوبی؟ خیابون رد میشی مراقب باش که خدایی نکرده یه وقت یه ماشینی بهت نزنه. بچی که نیستم، عیال مهربانم، حواسم هست. بامشاد پس دیگه من دلم برا تنگ میشه. منم همینجور. سلام علیکم. کوروش همسرم دیگه دوباره نگم، هوا خیلی گرمه ها، مواظب خودت باش، تو سایه حرکت بکن. اصلا میگم چطور امروز سر کار نری؟ دیگه کار که برد باید بره کار کنه که. آره پس میگم گرما زده نشی، شربت آب لیمو هم برات درست کردم. با اجازه تو خدا حافظ. همسرم خدا حافظ کوروش. وای بهنوش عزیزم، من پیشنهاد میکنم اگر مایل هستی و منو قابل میدونی بری منزل ما بشینیم یه چایی با هم بخوریم یه گپی بزنیم عزیزم. وای فدای شما مجده جون، ولی من اصلا نمیخوام مزاحم بشم، باعث درد سره. خوبی منیجه جون؟ قربونت برم. خیلی دلم برا تنگ شده بود. ایوا راستی امروز یکی از این دوستای من قراره بیاد خونهمون، اون فال میگیره، فال قهوه. چه فالی، اصلا شما باورتون نمیشه اینقدر جالبینو میگه کرد. من منتظرتونم، شما هم بیاین. باشه حتما. خواهش میکنم. چقدر رنگ رو سریع بهت میاد. آره. خدا آره. چقدر امروز همه به شکل پروانه در مده. آره. خسته نباشی. نه 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 اوی جان بذار سر جاش. اول به کارمندا، اول به کارمند چایی بده، اگر چیز موند بعد بیار برای من. برو بابا جان. چایی به قد همه است، به همه میرسه. بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن. همونه بفرم. که گفتم اوی جان، اول به کارمندا تعارف کن. چشم، بفرماست. نه اوی جان، اول ببر برای شادبام خان و اردل خان، اونا بیشتر کار کردن، بیشتر خسته شدن. آره. نه اول برای بامشاد جان چایی بذاری. نه ایبی جان، این چاییو برای اردی خان بذار. نه قربونت برم، تا ددی چایی نخوره من لب به چایی نمیزم، من کوف بخورم. اول به ددی. بله اول به ددی. اول به کارمند همه برداشتن؟ نه همه به اتفاق میان که اول زدی. آقایان من شرمندم، آقا من جسارتاً دیگه روی من به دیوار هستم. نوشه جان روی به دیوار هستم. نوشه جان آقای ددی. بفرم. ابی جان. جانم. پسر گل بابا، ای که چایی شما که چاییده قربون شکلت. خب ددی جان سه دور دوره داره چرخیدم بابا، خب سر معلومه که سرد میشه. حالا اشکال نداره ابی جان، شما استکانا رو جمع کن دوباره برو یه سری چای داغ بریز. قربونت برم. بیا آقای ابی خان. مهربونشون نمیشه تحمل کرد، گرفتاری شد. بچه های نازنین من، بله قراره که بانک به ما یک وام 200 میلیون تومانی بده. بله. بعد از ما یک سری مدارک خواسته که جناب آقای اردل خان و بامشاد عزیز و گل بابا میرن دنبال این مدارک، مدارک را تهیه میفرمایند. بله. ببخشید دری جان، وقت چه جور مدارکیه؟ داخل این پاکت مدارک ها نوشته که چی میخواد. من میذارم اینجا خدمت استاد ارجمند سعید عزیز که بده خدمت بزرگوارا. خیلی ممنون. بله. ابی جان، اول کارمند، اول به کارمندها بده، اگر چیز موند بعد بیار بده به من. آقا جابه دو مرتبه سرد میشه، روز از نو روزی از نو. نه بخوریم دیگه. من کارت بخوره به شکم من که بخوام حق کارمند منو بخورم. گکت و کول افتادیم تو رو خود، به همه میدم. اول کارمند بخوره. گوش کنیم این چی میگن. اول کارمند بخوره. بله. بعد جابری میخوره. بله بله. بله. گیری کردیم آقا. اول بامشاد عزیز
بابا کت و کون افتادن. عزیزم برای عجل خان تا ددی چای نخوره ما لب به چای نیست. بعدی راستی ددی درد سر شده این مهربون شدن اینا کارمندها برداشتن همه حالا شما هم کوتاه بیاین تو رو خدا همه گفتن شما بخورین شما هم کوتاه آقایان روی من به دیوار از تخت ایبا سلام سلام ایبا دست شما درد نکنیم ایبا من اینجا جو خیلی ممنون شرمنده تو این گرما تو زحمت هم افتادیم نه بابا کاری نکردیم که ما خیلی خوش اومدین خب سپیده دوست منه استاد قهوه مجده جون خانم برادرم هستن ایشون هم خواهرشون هستن خیلی خوش اومدین بشینیم من برم براتون یه سی بیارم فعلا خواهش میکنم آخه فنجونشون برعکس گذاشتن ای نکنی چرا؟ دارم فال قهوه میگیرم آهان یعنی الان یه مشکلی پیش اومد نه خوشبختانه چیزی نشده آهان شما تا حالا فال قهوه گرفتین؟ حالا من اصلا هیچ اعتقادی ندارم به فال قهوه ببخشید حق دارید متولدین تیر ماه معمولا به اینجور برنامه هیچ علاقه نشون نمیدن موجی علی از کجا فهمید من متولد تیر ماه هم؟ خب یه چی میگی دیگه بهنوش بهشون گفته تو متولد تیری نه بهنوش در مورد این قضیه با من صحبتی نکردن خب اگه اینجوره من متولد چه ماهی هستم؟ شما باید متولدین فروردین باشید البته از اواخر فروردین آهان با بهی اومده بود این جشن تولد من شما رو اولین باره که میبینم خیلی خوش آمدین خیلی خوش آمدین بفرمایین بفرمایین خواهش میکنم خواهش میکنم بفرمایین تکون نخوریم تکون نخوریم ببخشید چرا تکون نخوریم الان ببخشید چی شد سپیده بهنوش جون بهت پیشنهاد میکنم که یه مدتی مسافرت نگی ای وای جدی؟ آره کاملا جدی چیکار کنم؟ نوستشو چجوری رو بیم ببرم؟ منی من همچینی یه نموره میخوام ببینم این چی میگه ها دستم آی تفندانی میخوای یه فالی بگیر آها خب سبکا ببخشین من اگه بخوام فال قهوه بگیرم تدوریاست میدونی کسایی که به فال اعتقاد ندارن فال بهشون جواب نمیده آهان من میگم شما حالا فالتونه بگیری شاید من اعتقاد پیدا کردم خب برای همینم که من این قهوه رو سریع آوردم میدونستم که شما علاقمند میشین زودتر بخورینش مجده جون بله نیتم بعد بکنیم بعد نلبکیاشو بذارین روش اینجوری برگرد نه اینجوری برگرد سمت قلبه چه رومانتی آره پروانه من نمیخوام وا بفرمایید آماده شد دیگه خیلی خوب میگه سپیده جون آره شوهر تو توی لباس سربازی دارم میبینم یه مسافرت طولانی در پیش داره چه جالی دارش بام شدم چه خوشگل من خیلی به فال قهوه اعتقاد پیدا کردم آخه نیست بام شد قبل از ازدواج با من سربازی رفته بوده دیگه الان چه سربازی بره من از اول گفتم که اینو اشتباه خدافظ پاشو برید بنیس خیلی باحال فال بگیرین بابا کارتو پایان خدمت نگرفتی؟ نه اینکه نداشته باشم در از چی شده؟ گم شده؟ آره آفرین خب شاید مسئله نیست اگه گم شده یه درخواست بده دوباره برات کارت صادر میشه بله همین الان پاشو برو درخواست بده وگرنه وامی که میخوان به ما بدن به فنا رفته بله اگه گم نکرده باشم چی میشه؟ یعنی گم نکردی تو خونه یا؟ نه میدونید گم نکردم قراره بهم بدن یعنی چی؟ یعنی سربازی رفتی کارت پایان خدمتو نگرفتی؟ نه ببینید دوست داشتم برم سربازی ولی منو نبرده خب جون بکن راستشو بگو سربازی رفتی یا نه بالاخره؟ نه یعنی نرسیدم که برم تو سربازی نرفتی تپا اگر من میفهمیدم که دختر دستت نمیدادم بی مصرف میدونی چیه؟ چیه؟ من رو میدونم که چی هستا بانک که 200 میلیون تومن میخواست با ما بده دیگه هیچی به فنا رفت پا میشو میری حرف نزن حرف نباشا پا میشو میری الان بر خودت درخواست دفترچه خدمت میکنی شما دوتا پا میشو بزن ابی اردل پاشت باش برید تا لباس سربازی تنش نکردی نفرستادی سربازی نمیگردین مجلبا مفهمه بله. پاشت برید یه
یه نفر دیگر به جای من نمیشه. نمیشه دیوانه، اسم تو رو من رد کردم. شما چرا وایسادی؟ بردارت ببرید اینا. نه من خیلی نه 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 خود ببره بذار تو سر نامردش. مگه نمیبینی عصبانی هم؟ چیکار کنم خوب؟ دمپر من نشید، پاشو کن شما رو. تو هم پاشو برو که الان خون را میفته. چشم گم شو. فالگیرم ندیده بودیم که دیدیم. موشی جونم میگم که این بهنوش ناراحت شد نه؟ مهم نیست، حالا بعدن یه جوری از دلش در میاریم، ولی معنیش بد جوری زایه شد. آره بعد جوری زایه شد. من میگم ولی موجی جونم من اصلا هیچ اعتقادی ندارم به این چیزا. یه چی میگی منیجا؟ خب منم میخواستم امتحانش کنم. اگه به من میگفتش که شوهرتو قراره بره کره ما انقدر تعجب نمیکردم. من اصلا فکر نکنم در این دنیا یک لباس سربازی اندازه این آقای بام شد پیدا بشه. تو اینو بگو. بابا 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 لبا سربازی تا تنشه موشی. چرا خوشکتون زده؟ یه چیزی بگید خب. بابا بابا تو یه چیزی بگو، تا حالا سرباز ندیدین شما؟ یه چیزی بگید خب. چرا همچه برای که رفتش الان توی راه رو گریه کنه؟ اردا لباس سربازی تنش کردی؟ گریه کنه. یا چرا همچین کردن؟ نمیدونم. سلام دوستت رفت بهنوش؟ چیز یعنی همیشه بگیم بهنوش بیا. سلام ببین شده ماشه جا؟ ببین دوستت هست یا رفت؟ کنونست ای بابا بهی همون که فال قهوه میگرفت. آه سفیده رو بیدی چه تا مگه کارش دلگی؟ ببین بامشاد با لباس سربازی اومده خونه. کی؟ بامشاد داداش بامشاده من. یه زنگ بزن بگو بیاد خونه ما. الان منم زنگ زنم همینه خدا بزن. بودو من توی فال شما دارم کله یه شیر نر خشمگینو میبینم. کرده یه شیر خشمگین؟ یعنی چی اون وقت؟ من نمیدونم چه ارتباطی با سرنوشته ایشون داره، ولی من به وضوح سر یه شیر نر خشمگین رو دارم میبینم. بام شاید دیدمش. یعنی چه ارتباطی با من داره؟ نمیدونم، ولی این شیر تو سرنوشته شما هست. ببخشید، یعنی ممکنه من رو بخوره؟ نه، باور کنید، منم خودم هم نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی این کله شیر نر خشمگین تو فال شما هست. خیلی هم خشمگینه بام شد. میگم آقا ببخشید نمیشه این سربازی رو بیخیال شد. شما چه سربازی برید چه نرید، این شیر تو سرنوشتتون افتاده. چه گرفتاری، چه سرنوشت بدی داریم. یه نفر داره تو کارتون موش میدونه. آها، بهتر بگید واقعا شیر میدونه. بام شاد، هر کی هست میخواد زندگی من و تو رو از همدیگه بپاچونه. هر کی هست خودیه، بعد خواه تو خودیه ماجد جون. میگم معلوم نیست کیه؟ یکم که بگردی پیداش میکنی. خب، من دیگه باید برم. خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. شبیه اردله؟ نبفه کنم زنه بام شاد، شبیه خواهرته. خواهر من؟ این خانم دوستت میگفتش که تو فنجون بام شاد یه کله شیر میبینم. وای خدا مرگم بده، راست میگی؟ آره کله شیر واقعی میبینن اونجور. آره منش تازه میگفتش که شیره خیلی هم خشمگینه. آخه بعد در ضمن گفتش که یک نفر تو زندگی شماها داره موش میدونه، بعدش تو همین ساختمونم زندگی میکنه از آشناهاتونه. ببین بهنوش، من اگه اون آدمه رو پیدا کنم آنچنان حالی ازش بگیرم که دیگه تو زندگی هیچ کی موش ندونه. ساکت بس شد، ساکت باشید. بس شد. الو آیا احمدی؟ جانم شما؟ حال شما خوبه آیا احمدی؟ من جابری هستم. حال شما خوبه؟ با
به به جابری عزیز چه عجب. از ما که عجب نیست قربون شکلت، ما هر وقت مشکل پیدا میکنه مزاحم شما میشیم که. خواهشون. خب مشکلتون چی هست؟ والله احمدی داماد ما یادش رفته که بره سربازی، زمان یادش آمده که دیگه خرش از پول گذشته، دختر بیچاره منم بدبخت کرده رفته پیکارش. حالا میخوام ببینم راه چیزی هست که ما سربازی اینو بخریم. نه جابری جان، دیگه فروش سربازی لغو شده، حتما باید بره. عجب. خب حالا احمدی جان شما خبر نداری اینا رو کجا اعزام میکنن؟ تاریخ اعزامش کیه؟ همین فردا. اینا میرن عجب شیر. عجب شیر؟ عجب شیر؟ آمشا جان خجات خیلی خالیه. خب من دیگه باید برم. بیا اینم خرج کن باید بره. دستتون درد نکن. داداش مواظب خودت باش. از این اسفند آقای اردل که چرخونین دور سرش داداشم. آها اسفند دونه داداشم چشم. من دیگه باید برم دیگه. دیگه دارم میرم خدمت دیگه. برو دیگه چرا نمیری بابا، برو دیگه. الان میرم، میدونم خیلی برای من دلتون تنگ میشه. بامشا ایان برای من بامشد، من منتظرت میمونم. آخه برام نامه بنویس ایان. بامشد وقتی تلفن هست من دیگه چرا برای تو نامه بنویسم؟ نسبی تلفن هست. تو رسیدی اونجا یه حساب پس انداز ما کن، من به حسابت حیرا برا واسد پول میریزم. باشه ولی اگه نامه بنویسی بهتره، مزدش بیشتر پول بذاری اون تو. خب برا دیگه، هر چه زودتر بری زودتر هم برمیگردی. برو دلم نمیاد ترکیتون کنم. بیا برو یا نه یا پس گردنه تو رو میندازم. برو دیگه برو دیگه نمیتونم خدا حافظ. خیلی خوب حالا برمیگرده. چیزی نه بس بابا چه خبر دیگه؟ خب میره دو روز سربازی برمیگرده. خیلی خوب بفرمایید. خاموش کن اونو خفه کرد باراز زغال علکی میندازه رو کور. میگم مجده جون تا حالا آشه پشت پا پختی؟ نه بابا من آشه رشتم بلد نیستم درست کنم، چه برسه به آشه پشت پا. پس میگم حالا اینو میخوای چجوری درستش کنی واسه داداش بامشا؟ هیچی، قراره یاسی به من زنگ بزنه تلفنی دستور پختشو به من بگه، بعد من آشه پشت پا درست کنم. چه جالب. آه الا بمیرم، یعنی الان بام شده من کجاست منیش؟ بی وفایی بالشاد کیه؟ بامشاد چرا تو فکری؟ هیچی بابا، این وضعیت تموم نمیشه، از این وضعیت خسته شدم، تموم نمیشه، بریم دنبال زندگیمون، همش اینجا پوسیدی. چند ما خدمتی؟ ها؟ یه روز خدمتم، یعنی یه نصف روز خدمت. آها آها، حالا پس داری؟ ای بابا، تو که ضرور زندگی و بچه نداری بفهمی که من چی میگم. کی گفته من زن و بچه ندارم؟ من 4 تا بچه دارم. آها 4 تا بچه داری؟ چیکار کنیم؟ پولمون هم تموم شد. چه گرفتاری؟ نه ترس، من پول دارم. 2000 تومن پول خوش دارم. پول خوش چیه؟ ما به پول نقد میگیم پول خوش. آها 2000 تومن پول نقد داری؟ بله. خب نه اینجوری نمیشه، من یه توکپا باید برم منچول باف رو برگردم. منچول باف کجاست؟ منچول باف شرکت پدرزنمه،
از اون مایه دارای پول داره. بریم اونجا یه پولی ازش میگیریم. آره بریم منچول باف نمیشه. بیا با هم بریم کابوس. بریم منچول باف. چی شده حالا؟ و زمانه که بامشاد اونجا نشسته یه و همدیگه میپری حالا به صندلیش نگاه میکنه غصه میخوری؟ آدم والا با شما میمونه که چی کار کنه؟ چه رویه با شما در پیش بگیره؟ تو کار شما آدم میمونه؟ تو چرا حالا اونجور غمبرک گرفتی ناله میکنی؟ من دادی جان من اصلا حالم بده از صبح خیلی چیه؟ چطه؟ نمیم استخون درد گرفتم همجوری سرم درد میکنه از غم بامشاد استخون درد گرفتی؟ نه نمیدونم مال چیه ولی نمیدونم حالم چرا خیلی کسالتم دارم که حالا به کارتون برسه مثل که اینجا آمدین سر کار بس. اداره هست اینجا ناسلامتی سلام علیکم من اومدم اینم دوستمه سلام و زغنبی تو اینجا چه غلطی میکنی؟ باز که تو سر کلت پیدا شد که نه زود برمیگردم فرار کردی؟ نه باز که تو سر کلت پیدا شد اینجا که بازی داشتیم نفس راحت میکشیدیم و نه زود برمیگردم اومدم یک کمی مساعده بگیرم بره مساعده بگیری؟ خود تپه هنوز یک ساعت نشده که 4000 تومن لوله کردم گذاشتم جلوی اون فانوس کرد آخه من کلی خرج سربازی و این چیزا کردم لباس و اینا بعد یه ذرم به این دوستم کابوس پول داده خب اشتباه کردی که پول قرض دادی چرا این کار کردی؟ حواست باشه از این بعد ماه 10000 تومن بیشتر بهت نمیدم حالا برو هیول خرجی کن خب برو تا جا نموندی از بقیه به این 3 تومن رو بگی برو دستی درده کنی بریم کابوس که این آدم بیشن من نمیفهم به کارتون برسی خانوم ببخشید من فکر میکنم که الان دیگه وقتشه چه جالب اصلا فکر نمیکنم به این زودی ها اعتقاد پیدا کنید ابا سپیده جون این چه حرفیه خب بستگی داره که چه کسی فال آدمو بگیره اون موقعی که با هم شاد با لباس سربازی اومد تو خونه من شوکه شدم یعنی اولش که شما فال گرفتید من اصلا فکر نمیکردم که درست پیش بینی کنید خب اولش همین اعتقادو دارن ولی یواش یواش اعتقاد پیدا میکنن خب بذار ببینم مال این چه خبره تای فنجونت یه مردی رو دارم میبینم که داره به سختی نفس میکشه یعنی بهتره بگم که داره نفسهای آخرش رو میکشه دادی؟ نه جوونه اردل؟ اردل شوهرته؟ بله دوستش داری؟ معلومه که خب من دوستش دارم به خاطر اینکه ما زندگی خیلی رمانتیک و پروانه‌ای رو با هم داریم خب باید بگم که زندگی خیلی رمانتیک و پروانه‌ای داشتین سلام علیکم سلام چیز بله میگم اردی خان من طول باف تعطیل شد اومدین خونه دیگه نه من یه مقدار کسالت داشتم این تمام جونم درد میکرد دیگه زودتر اومدم رولا چی گریه میکنی؟ معذرت میخوام این چشه؟ چی؟ این چش نیست این سفیده دوست منه بله کارداش افتش چیزه مجده جون میشه با منیجه جون یه دقیقه بیایم بیرون دمه در من کارتون دارم اینو بسازم منیجه بیا یه دقیقه پاشو بوری بوری الان ای منیجه بله ببخشید چیزه کار واجبیه روله 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 ارزا شما نباید طوری برخورد کنید که شوهرتون بفهمه چه اتفاقی قراره بیفته یه چی میگی نه اینجوری که این داره رفتار میکنه تا حالا فهمیده من اصلا چیزی نگفتم بهش من هی گریه کردم
عادی برخورد کنیم. اگه شوهرتون بفهمه چه اتفاقی قراره بیفته ممکنه روحیه‌شو از دست بده. آها آیه ببین من میگم من باید برم یه سری به آش پشت پام بزنم. فعلا منم باید برم کتاب داشتم میخوندم. ببخش اردلم اردلم فالقا بعد از قف معنیش. ببین من میگم هرچیه زیر سر این بهنوشه نیست چشش دنبال زندگی من و توی به زندگی من و تو حسودیش میشه من و تو رو چه سده منی؟ آره آره آشم اردلم آی خدا اردلم از دست لب خدا بار چیه؟ اردل اردل نخواب تو نخواب تو حالت خوبه؟ باره چیه؟ الان چیزی نیست الان الان چیزی نیست الان نفس بکش بله نفس بکش نفس دارم میکشم نفس میکشی؟ نفس خوبی الان؟ یه مقدار تنگی نفس دارم بخاطر سرما خوردیم چیه؟ بمیرم الهی بمیرم اردن اردن بله چیه؟ درد داری؟ یه ذره استخونام درد میکنه اردن من تو راضیم ای خدا من تو راضی با خیلی ای تو حالت خوبه؟ نه آره میخوای بخوابی؟ آره اگه ممکنه بخواب من همیشه میشینم سیلت میکنم بخواب میشینی سیلم میکنم آره مطمئن بشم خوابیدی بخواب تو اینجایی که خب من خوابم نمیبره که خیلی خوب کاش که میدونستی خونه بدون تو چقدر سوت و کوره بام شد ایال چه آشی پشت پای خوشمزه ای درست کردی خودت درست کردی بام شد تویی؟ بله ببینم مگه قرار نبود تو الان علم شیر باشی عجب شیر باشی دیگه چیز دیگه نشد دیگه آهان بامشا تو فرار کردی نه باور کن فرار نکردم اعزامم فرداست گفتم فردا بیا بامشا بله یه خبره بعد ها اردی خان داره نفسای آخرشو میکشه آره اون خانمه بود که برای تو فال گرفت گفتش که میری سربازی بعد کله یه شیر خشمگین رو دیده بود براشون فال گرفته گفته که اردی خان تا سپیده فردا صبح تموم میکنه بامشاد راست میگی؟ آره ببین بامشاد پاشو لباسات عوض کن بریم یه سر پیششون فقط حواست باشه خود اردی خان نمیدونه داره میمیره ها آره آره میگم بیا تیپ مشکی بزنیم لباس مشکی بپوشیم بامشاد هنوز که نمرده زنده است سفارش نکنم به خودش هیچی نمیگی یا روحیش از دست میده بامشاد نه بابا مطمئن باش بچی که نیستم بهش میگم اردل یه سرماخوردگی کوتاه مختصر گرفتی تا فردا سپیدیدم صبح هم خوب میشی حواس من حالا بیا لباس رو پوشیم ببینیم الا بمیرم برای منی پاشو بریم تا نمرده میخوای من چکش کنم چکش کن اردل 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 متاسفانه تموم کردی مردی منی منی تانون پاشه بابا خوشو جیغ برای چی میزنین آخه بابا تو مردی الان بابا یه نیم ساعت اومدیم به بخوابم آخه چرا همچی میگی خدا قرارت خوبه زنده ای بابا آره بابا آها داری که دیما چرا نرفتی سربازی؟ ها؟ تو چرا نرفتی سربازی میگم؟ میرم آره اجرا میشم آقا من یه خبری راستی اومدم بهت بدم بله دوستم ایبری میگرم شاید ناراحت میشی ولی تو قراره بمیری بله ببین حقیقت اینه که این فالگیری که اومد پیش من پیش ما اومد گفت فال گرفت و قرار شد من برم خدمت و رفتم خدمت گفتش که اردلم میمیره یه جورایی
تموم شد؟ بله. میذارم دهنت. واقعا نه. خوابیدم یه دقیقه. بمیر. خب پس دیگه راستی میگم که کوروش یه موقع حرفی جلوش نزنی و این بنده خدا دیگه داره نفسهای آخر رو میکشه. اگه بفهمه ناراحت میشه. خب باش بچه ای مگه من بهترین دوستمو دارم از دست میدم. ببین اینا با هم دیگه بزرگ شدن. یا بچه من میگم صبر کن بابا این کارش تموم بشه بعد بریم تو نمیذارم خاکش کنی نمیذارم خاکش کنی باید فامیلاشن خارج بیان باید فامیلاشن خارج بیان همه باید باشن شاقشم شاده من نمیدونم خاکش کنیم شاقشم شاده بابا بعد از سر تو من جل با فرج کنم بابا جا آقا میگه هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا قربونش گلچین روزگار امانش نمیدهد آره قربونش اگر بار گران بودی رفت گردی خان اگه نامهربان بودی بازم رفت گردی خان اگه رفت دیگه تموم شد من اینجا جو خود سفر دادی جوی مراسم آبرو من بر اردل بگیرین لطفا باشه بابا حتما دادی من زنگ بزنم فامیلا از جابر آباد بیان من میگم اجازه بدید آقا جان صبر کن من میگم بابا این طفلک که دیگه رفتنیه لااقل ارث و میراثشو تا خودش یه خورده جون داره تقسیم کنیم دیگه آره مرد حسابی پیردوست جان ای اگر تا حالا زنده بوده از بی کفنی زنده بوده اجاره خونش که من میدادم حقوقش هم که من میدادم دیگه چه ارث و میراثی ما دکه تقسیم کنیم ببخشید اجازه بدید اول کارگردان بعدی مشخص بشه بعدا زنگ بزنید تکی فامیلا بیاد آره اینم خوبه خیلی خوبه سب کن اردر بابا جان زنده ای هنوز مردی یا زنده ای بابا میگم بابا نمیخوای قبل از اینکه بمیری کارگردان بعد خودت هم مشخص کنی که با خیال راحت بمیری بعدش بابا دادی جان میگم که من که رفتنی مر خب بذار دارم وصیت میکنم ولی من میگم که کارگردان بعدی کسی باشه که تو این کلن تو این برنامه داداش. ظلم بیشتری بش شده داداش. من فکر میکنم کارگردان بعدی ساعد باشه بله اونا که اصلا حرفش نزن بابا اگر میخوای که ساعد باشه دور من خیت بکشه من دیگه نمیام مشغول زمه شما نباشم من دیگه کار نمیکنم شب کن آقا جونم من اصلا دوست ندارم تو یه پلان با این تو یه قاب باشم حالا بیام ببینم این آقا به من چی میگه چی نمیگه ببینم حالا بمیرید یه دو روز با من همکاری کنید اگر به کسی در این سریال ظلم شده اون منم بنده رو گذاشتن سر کار که برای بنده زن بگیرن نگرفتن نگرفتن گرفتن شما رو منظورت چیه؟ ببینین اصلا یه چیزی ببینم این خانم فالگیره که قبول داری اصلا بله یه دقیقه اجازه بدین این خانم سپیده دوست من همه تونم که قبول داری بله. شما سپیده جون لطف کن یه فال ببین سری ببین تکلیف کار ما چیه کارگردان بعدی کیه خوبه نه بفرمایید بله. خانم قبول داری فقط دقت کن ببین داداش بام شده من نیست داداش بام شده کوروش بیشتر من یه مردی رو تو این فال میبینم بله بله عینکیه بعد سیبیلاش هم نصف است یه چیزی مثل بارونی اینا هم تنشه اسمش هم ساعده بله کارگردان بعدی ساعده حرفا میزنی بابا خوابیدیم یه دقیقه آها قربان دوربینو کجا بذاریم دوربینو بذار زمین رو زمین؟ بله. نخیر، پس بذار رو سر من. بذار رو زمین دیگه.
بله. خب داستان چیه آقای زیجودی؟ داستان اینه که بچه‌ها اینجا جمعن، بامشادم داره بیوفایی میخونه. بامشاد داره بیوفایی میخونه. خیلی خوب. پس بچه‌ها همینجا وایستن. ببین آقای تصویربردار، لطفاً این تصویر رو کادرتون رو صورت بسته منو بگیرید. بله. فقط صورت شما تو قاب باشه. بله دیگه صورت من تو قاب باشه. دوربین دومم این بچه‌ها که وایسادن از پشت سر پس کله اینا رو بگیره. صبر کن آقا جون، صبر کن آقا جون. اگه قراره که فقط صورت شما یکی توی تصویر باشه، خب بس ما برای چی اومدیم اینجا قربونش؟ ها؟ راز میگه دیگه، خود تاکی وایسا ما بریم. آره دیگه. اگه من کارگردانم میدونم، بلدم کارمو چیکار کنم. 8 ماه بک پوز شما و چکشونه شما تو تصویر بود، حالا یه دو روزم تصویر ما تو کادر بشه، چه اشکالی داره؟ آقا بریم دیگه. بریم دوربین زبط. حاضره؟ حاضر آقا، حاضر. ضبط 3 2 1. بیوفایی بیوفایی دل من از غصه. مرسی مرسی. بله خوب بود. بریم سکانس بعدی. سکانس بعدی چیه؟ شما نیستین قربان. من نیستم؟ یعنی چی من نیستم آقای زیجودی؟ امکان نداره. سکانس بعدی رو همینجا میگیریم، همه هم اینجا هستن. خب بعد. داستانش چیه این؟ داستانش اینه که شما یه چوب به من میدی، چوب بزرگ بعد. به من میدی، این آقایون هر کجایی که هستن یکی یکی دنبالشون میکنم، محکم میزنم تو سرشون. بله. ها؟ برو ببینیم بابا کاش که تا بساد. من عمرم واسم تو بخوای منو بندازی توی استخ. برو ببینیم بابا. بلند شو شکو. همیشه کار کردی. ببینید من میگم که سپیده جون میشه یه فال قهوه دیگه برای من بگیرین، به خاطر اینکه میس اردن امروز حالش از دیروز بهتره. میگم شاید آخه میگم شاید اشتباهی شده باشه. بیا آخه منیشه جون، محال فال من اشتباه در بیاد. البته اینم بگم، من تو فال دیروز ایشون دیدم که ایشون من میگم هم. حالا اگه میشه شما یه دور دیگه فال بگیرید، شاید تو این 24 ساعتی یه اتفاقای دیگه ای افتاده باشه. نگاه کنین تو رو قشنگ. سلام پدر جان. سلام، احوال شما خوبین؟ کوچه رازه پسر من. پدر جان شما چرا قد دیر اومدین؟ اینجاست پسرتون. دیر اومدن؟ اینجاست. بله. چند روز رو فوت کرده؟ بله؟ چند روز فوت کرده؟ پدر جان من حالم خوبه قربونت. سلام علیکم پدر جان. سلام. سلام علیکم. این که زنده است که؟ بله. من بله. بهترم. بله. ولی دیگه نفسهای آخره دیگه. این حرفا چه؟ نفسهای آخره چه؟ چرا این دکتر نبردینش؟ دکتر پدر جان فایده نداره قربونت. دکتر بریم بگیم چی؟ گفتن نفس‌های آخر گفت رفتنیم دیگه با این گفتن ایشون گفت ایشون گفتن چی گفتن؟ گفتن دیگه ما رفت ایشون فالگیرن، بعد گفتن که ایشون دارن میمیرن. درست جونه ایشون فالگیره؟ بله بله. ایشون سپیده خانم فال میگیره. خیلی هم خوب فال میگیرن. شما فالگیرید؟ شما که دختر خاله ساعد هستید که؟ بله دختر خاله ساعده. این دختر خاله ساعده؟ بله ما باش رفت آمد داشتیم. اه؟ بله این دختر خاله بده من این فنجونو. الان افتاد چی شد؟ بله شما اینجا تشریف داشته باشین، من الان میام خدمت. دختر خاله آقای سایری. برم فال مهری. ببین آقای تصویربردار، من از بیرون میام وارد کات میشم، از کات میرم بیرون. خب بعد اینجا وای میستم این وسط، یه شکم همچین سیر به دوربین نگاه میکنم، بعد میرم بیرون. باشه؟ باشه. آماده؟ بله بله. بریم. افتاد الان. بله چی کار کردم مردم؟ بیاد الان عرض میکنم. بیاد شما هم بگیر کار داریم. تشبیه چه خطایی از من سر زده؟ حالا دختر خالتو میفرستی نقشه میکشی میشینه نشسته فکر کرده. نه نشسته با این مغز فندوقش فکر کرده.
دختر خالت رو میفرستی اینجا فال قهوه بگیره؟ نه من الان توضیح میدم برای تر توضیح میدی؟ بله دوستان بگیرینش؟ بگیرینش؟ تا من نگفتم نندازی نه چی کار میخوام بکنیم؟ اردن اردن داستان چی؟ الان ایشونو میندازیم تو استاد. نه نه بعد اردل. شما سه دو یک میگی بعد ما چوب تو آب میزنیم اردل. نه من واقعا لذت میبرم این سناریو رو میبینم. نه من خواهش میکنم اردل. نه من میگم نه شما بهش ما نه نگیر. خب برو بالا شما برو بالا اردل جون. کوراش یه دقیقه بیا کوراش یه دقیقه بیا کمک من. ای بابا کوراش مگه با شما نیستم؟ یه دقیقه بیا کمک من. در این رو بابا کن زود باش. حالا چی کار کنم من؟ بابا خزام خراب شد. در این رو بابا کن. یه ساعت دارم صدات میکنم. بنوش تو واقعا فکر میکنی زن کی شدی؟ خجالت بکش دیگه. یعنی چی این چه طرز حرف زدن؟ من با تمام دغدغه های بزرگی که تو زندگیم دارم بیام در رو باز کنم چه فضاحتیه واقعا. ای خدا دوباره چی شده کوراش؟ بنوش بذار خیالاتو راحت کنم. من تا به دغدغه های بزرگ زندگی میرسم و سوال هامو تو زندگی جوابشون رو پیدا نکنم خیالم راحت میشه. این کتاب تازه به دست من رسیده. مال یه دکتریه تو دانشگاه سوربن. خب این کتاب کاملا توضیح داده که پشه ها روزا کجا میرن. همین کوروش خواهش میکنم این پشه ها رو ولشون کن. روزا هر جا میرن بذار برن. یه ذره به زندگیت برس. پشه ها رو ول کنم؟ پشه ها زندگی من. من پشه ها رو ول کنم؟ چطور من میتونم پشه ها رو ول کنم؟ من تا پیدا نکنم پشه ها روزا کجا میرن. یعنی اگه تا آخرین برنامه شده من پیدا میکنم پشه ها روزا کجا میرن. اگر پیدا نکنم میرم دانشگاه سوربن. یه گروه 25 نفرن دارن رو آمار پشه ها تو روز تحقیق میکنن. میرم اونجا دکترامو میگیرم برمیگردم. مبارکه. میبخشینا کوروش شما مثل که دیپلمت هم همینجور زورکی گرفتی. حالا میخوای واسه من باشه بری سوربن دکترام بگیری بیاری؟ بابا در این قوطی رو واکن. من کار زندگی دارم. من دیپلممو به زور گرفتم. من دیپلممو به زور. من بهنوش منو سر لج ننداز. میرم یاور هرچی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و فوق دیپلم استاد میکنم میام. اینو واکن من برم کار زندگی. علنا دیگه داری منو مسخره میکنی با این کار. نه باور کن ببین یاد یه قضیه افتادم. یکی رفته بود قبلا دانشگاه سوربن درس خونده و یاد اون افتادم که واسه چه اتفاقاتی افتاده. پای کرکری و اینجوری این حرفا باشه من که کم نمیارم. که حالا بشین ببین چه اتفاقی میفته. ببین چه اتفاقی میخواد بیفته. منظورت چیه کرکری؟ من میگم در قوطی رو با واکن این کرکری. کوروش اذیت نکن دیگه. شما بشین اینجا تا دکتر کوروش پیردوس برگرده. من دست این پسره چی کار کنم؟ خب اردل جان اگه شما قبض آبم بدین دیگه بعدن با هم حساب میکنی. خب بیردوز چان حالا میذاشتی چیز دیگه. الان یه دو هفته تا سر برج مونده. یه هفته ببین میدونم یه هفته تا اول برج مونده. آقای پیردوست این آخرین کرایه خونه ایه که ما به شما میدیم. واقعا پروانه ای و رمانتیکه. اگر هم خدا بخواد دیگه من دارم از دست شما راحت میشم. آره حالا ما که رفتیم مستأجر اومد اینجا پوست و کند و وقت قدر ما رو میدونی. چیه دوباره؟ باز اومد این باز اومد. چی شده بابا جون؟ کجایی شما؟ بابا دارم حساب کتابامون رو صاف میکنه. آقای کوروش تو چرا بحران روحی شدی الان؟ بله من یه ساعت دنبال بابا دارم میگردم. دقیقاً من دچار بحران روحی شدم. من میخوام ادامه تحصیل بدم برم دانشگاه. تو میخوای ادامه تحصیل بدی بری دانشگاه؟ پسر جان بچسب به کاسبید. بابا یه لقمه نون در بیار. ای خدا من چیکار کنم از دست این آخر عمری؟ ببین تن من پیره مرد و شما چرختی دارین میلرزونین. من میخوام ادامه تحصیل بدم برم دانشگاه. یه مدرک فوق لیسانسی دکترایی بگیرم. جلوی این عیالم کم نیارم. هی با مدرک دکتراش میزنه تو سر من. من از اون مردم نیستم که جلوی عیالم کم بیارم. آفرین آقای کوروش من کاملا با شما موافقم. من واقعا دوست دارم آدم ادامه تحصیل بده در هر شرایط و هر سنی. بله بله بابا جون تو ناراحت نباش. در این مورد با هم دیگه صحبت میکنیم. بلنشو بریم بلنشو بریم. حرف داره برا گفتن. شما صبر کنه بسات. بله من خودم موافقم. ولی این مرد که چهره مهربونی داره ولی به ظاهر چهره مهربونی داره اینجا یک قلب داره که جنسش از سنگه. نمید منم که مادر بالا سر من نبوده. این جلوی پیشرفت منو گرفت. امثال این پدر هستن که بچه هاشون نمیرن دانشگاه تحصیل کنن. ای خدا کسی که جلوی پیشرفت منو میگیره
بابا کوروش جان ول کن، ما حالا در این مورد با هم صحبت میکنیم. خدا از سر تقصیرات این بریم بابا بریم. من حلش من پول میخوام، پول بدیم امرام. یاد بگیر الان از آقای کوروش یاد بگیر. ساده ای تو، این در مغازه‌شون بغل نمیره، میره دانشگاه. شما میری دانشگاه؟ دیپلمت کو اردل؟ دیپلم؟ آره؟ آره. اون موقعی که ما دیپلم گرفتیم، دیپلم اون موقع معادل دکترای الانه. اردل، برو دانشگاه. باشه چیزی بیار بخوریم، گشنمونه. برو لیسانس بیر، اگر لیسانس نیری، غذا نمخوری. اردل؟ چه شوخی میکنه؟ مه با لحجواتو شوخی داره؟ مه دکترا مخوام، اتو پی اچ دی مخوام، و الان نه قرمه سبزی بد میم، نه غذا بیم، هیچی نمیم بخوری. تا شوهری که لیسانس نیرن، دکترا نیرن، من نمخوام دیری خونه. من اینجا شوخی داری با من؟ اگه مه با تو شوخی داشتم، اینجوری رومانتیک باید حرف بزن. من برم لیسانس الان بگیرم، دکترا بگیرم. همین الان لیسانست میری، من نمنه، من شیفم شو، واگوکو، نه واگوکو پی اچ دی، ما مخام اینه. ای بمیری کوروش، این حالا الان دوباره بدبختی شد، این بدبختی شد، دوباره شوخی ویری. میکنی؟ ویری پی اچ دی، این چه بلایی دا. بود الان اومد؟ اه؟ ویری! 2,000,000 تومان؟ بابا مگه چه خبره؟ برای یک کلاس کنکور 2,000,000 تومان؟ باز اسم پول اومد این پارک کرد بقید. نه ببینین آخه پدرجا، یه دقیقه گوش بدین. خب الان کوروش راست میگه، چند سال از درس و مدرسه و اینا دور بوده، بعد الان خب حتما بعد یه جای معتبر و مطمئن بره که بتونه رتبه زیر 1000 بگیره، بعد شهرستان هم نیفته، تهران باشه، پیش دست شما هم باشه دیگه. بالاخره میدونم دخترم، اما 2,000,000 تومان هم که کم پولی نیستش که. ما اون موقع که میرفتیم درس میخوندیم، ما تمام خرج ما یه مداد بود، یه مداد پاکون بود، اصلش هم می‌خواستیم بریم خونه یه آبزرایش بخوریم، رفتیم خونمون. بهنوش اون وقت من به تو میگم باورت نمیشه، همون موقع که من مدرسه میرفتم مدادم که تموم میشد میگفتم مداد بخرم، میگفت برو پوکه مداد قبلی تو بیار برات مداد بخرم. راست میگه بابایی. بابا جان دخترم، من اصلا برای تحصیل کوروش کم نذاشتم که. ببخشید بابای، ولی من الان فکر میکنم یه کم دارین کم لطفی میکنین. نگاه کنین، من همیشه علاقه داشتم برم مدرسه، منو به زور برد دمه در مغازش، اونجا جبه واکسی به من داد. علاقه داشتم برم دانشگاه، پیش دانشگاهی بخوام. بهنوش، من که سایه مادر بالا سرم نبوده، اینم من اصلا به لحاظ روحی الان تو شرایط مصاب. کوروش تو یه دقیقه ساکت باش، من درستش میکنم. گوش بدین آقای فیردوس. بابا صبر کن، این داره، این داره خودشو همین جوری داره، ببین همین جوری داره همیشه خودشو اینجوری نشون میده. مظلوم هم با این میکنه. حالا شما یه بزرگواری بکنیم به خاطر من بابایی. کوروش چشم بابا جون، فعلا دستم تنگه، برین یه کلاس خوب گیر بیارین، من اقتصادی چکاشو میدم. دست در حرف تست و چک و اینا رو نزن، رتبه زیر 10,000 همه شاهدوشه، این داره جلو پیش رفته منو میگیره. آقا جان سب کن، من درستش میکنم. میدم میدم 2,000,000 تومانم میدم، نقدم میدم. بفرمایید دست از سر کچل من ور میداری کوروش جان. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون بابایی. دیدی هموشو دست شما. بله چه سکوت آرام و دلنشینی با هم شد. من عاشق زندگی آرام و بدون تشنجم. بله دقیقا منم همینطور. چقدر این روز همه چیز مهربان شدی. آخ چقدر ایزا سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دیگه اومدم برای تسویه حساب دیگه. خوبین شما؟ مرسی آقای فیردوس. یه چی میفرمایینا؟ یه هفته ای تا سر برج مونده. گفتم بیام حساب و تسویه کنم که خدای نکرده یه شیطون نره تو جلدتون رو بزنین به چاک. یعنی دست شما دیار نکنید آقای پیردوس دیگه، ما هم آره. یعنی آقای پیردوس، من پیشنهاد میکنم که شما برید اول با اردیخان تسویه کنید، چون شیطون زودتر تو جلد اونا میره. تا ما آره گربونش، برو اول با اون عدل نامت تسویه چاپ کن، اون این شیطون میره تو. ببین بامشا جان، من اول با اردت تسویه حساب کردم، پولم هم ازش گرفتم، الانم
اعصاب محصاب ندارم، قرقاتی هم دستم هم خالیه، 2,000,000 تومان هم دادم به کوروش، رفته کلاس کنکور از نوشته. آره قربونش، قربونش کنی، حرفه کردی دار میزنی. آقای فیروز من متوجه نشدم چی فرمودید، شما پول دادید به آقای کوروش رفته ثبت نام کرده کلاس کنکور؟ آره پسرم میخواد بره دکتر مهندس بشه، قربونش برم. خیلی خندیده، حرف خندیده نزن آقا پیروز دیگه. ببین بابام شاد الکی نخم، مسخرم نکن، پسرم میخواد چیکار کنه، سری تو سرا در نمیشه دکتر مهندس. باز من معذرت میخوام آقای پیروز، یعنی قرار آقای کوروش بره دانشگاه از سر درس بخونه؟ ببین حاشیه نریم، حسابتون رو تسویه کنین، زودتر ما تکلیف کارمونو بدونیم دیگه. جون آقای پیردوز، این حاشیه و از موقع خیلی خندیدارتر از اصلی با هم شاید خان، بس من... جدی باشه مقدار. بله آقای پیردوز، بفرمایید، اینم حساب ما، من از قبل آماده کرده بودم. شما درد نکنه، ممنون. ببینم آخر سری خیلی خوش حساب شد اینا. بله. آره قربونش، ممنون، خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر، خداحافظ. بکن اصلا همه چیو بیه. خب دوباره بیا به هم مهربانانه نگاه کنیم. مهربانانه نگاه کنیم جناب آقای بامشاد خان. ببین بامشاد، من اعصاب محصاب نرم، باید بری دانشگاه. بابا گیر نده دیگه، ای کورش خدا بگم چی کارت کنی، هر دفعه اومدی خراب کردی آرام شما رو، شر به پاک. جناب آقای بامشاد خان، یک کلام ختم کلام، من جلوی این خواهر جنابالی نمیخوام کم بیارم، فهمیدی؟ بلکن بابا چونه، من بلکن بابا، من 18 سال طول کشی دیپلم گرفتم، حالا برم دانشگاه، بلکن بیا مهربانانی به هم نگاه کنی. بامشاد منو نگاه، مهربانانه منو نگاه. بامشاد. بله. دانشگاه. نه. آره. نه. آره. باش. یواش بابا. خیلی یواش. من کوروش رو من با دستای خودم خفه میکنم، یعنی این سرطان و این ویروس و این اشرار رو. واقعا باکتری انگلی. خیلی خف، حالا تو هم حالا. نه ما دانشگاه ما بریم، آخه دانشگاه چی بود این وسط حالا؟ واقعا آخه اصلا برای چی؟ من فیزیکمون به دانشگاه میخوریم، نه آیکیون. حالا ده چلوغ نکن، وسط دعوا نرخ تعیین نکن، من هم فیزیکم به دانشگاه میخوره، هم آیکیوی فراوون دارم. تو به خودت نگاه نکن، فقط حوصله گچ و تخته و معلم و درس خوندن ندارم. من که به عیالم گفتم یک کلام ختم کلام، من حوصله این تسهیلات و این چیو؟ بکن دیگه. نه نه بگذاریم. حوصله چی؟ تسهیلات. تسهیلات؟ نه حوصله نگین شما، حوصله تسهیلات نه، تحصیلات رو بانک میده، این تحصیلات. چرا چیزی که نمیدونیم، نه چرا وقتی یه چیزی رو نمیدونی میگی تحصیلاته؟ میدونم، نگو چیزی که نمیدونی رو نگو. سلام علیکم. سلام علیکم، من اومدم خدمتتون بگم که دیگه من دارم میرم و اگر منو ندیدید منو حلالم کنید، ای نامه که می روی به سویش. دارم میرم کلاس کنکور ثبت نام کنم، 2,000,000 نقد دارم من. این پولدار شد چیه اینا؟ اینا رو من از پدرم گرفتم برای کلاس کنکور که برم اونجا ثبت نام کنم. آره؟ آره؟ کار؟ که بری دانشگاه. تو بری دانشگاه، دانشگاه کجا بری؟ اینو خوب اومدی. خنگ گامبو، آخه من میرم دانشگاه، من میرم دانشگاه، میخوام برم با این خب یه دونه موتور توربو بخرم ببندم رو ماشین برم رالی و خیلی قشنگ و یاورانه استادش کنم. بابا تو دیگه کسی، تو به شیطونی هم درس میدی واقعا. خنگ 2,000,000 پول نقد بود. وای چقدر وسوسه انگیزه. میگم بامشاه چی بود؟ یواش بابا، تو بجور میای دیگه.
ما تصمیممون عوض شد. ما آدم شد. چه رومانتیک، یعنی شما میخواین الان برین کنکور شرکت کنی؟ یه دقیقه صبر کن ببینم معنی شما دوتا یه دفعه چی شد که تصمیمتون عوض شد ها؟ من عرض میکنم. آها. ببینید ما اینو میفهمیم که شما به عنوان همسرانی دلسوز و فداکار آنچه که برای ما فکر میکنید و تصمیم میگیرید خیر و صلاح ما رو میخواین. حتما یه چیزی میدونید که میگید اینو یه چیزی رو حالا هرچی؟ اون وقت ما باید با چشم بسته بگیم چشم. بله. راستش که بیدر از 2,000,000 تومن بود افرگیه چرا نزمیه. آهان. یعنی شما دوتا تصمیم گرفتین که برین دانشگاه. و تا آخرین لحظه زندگیمون بریم درس بخونیم و مدارنجن مدارج عالیه رو تا اونجا طی کنیم تا آخرش و کسب علم و دانش لحظه ای ما غافل نشیم. آفرین اردل، درسته که حالا یکم دیر تصمیم گرفتی اما خیلی خوبه. خیلی خوب، من انشاءالا نمیخواد پیازدقش رو زیاد کنی. خب تصمیم گرفتید برید دانشگاه؟ بله. پس همین الان باید درس خوندن برای کنکور رو شروع کنید چون رقابت فوق‌العاده شدیده. بله خب پاش بریم که تست بریم. اصلش مونده حرفمون. ما خب حالا ما الان تصمیم گرفتیم میخوام بریم درس بخونم دیگه اصلا. حالا برای این درس خب یه مشکلاتی هست. آها مشکله منیج، من به تو میگم این دوتا این کار نیستن، بهونه گیری شروع شد. نه 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 نه، من حالا عرض میکنم. ببینید ما الان برای اینکه درس بخونیم خب باید یه کلاس کنکوری چیزی بریم. بله خب بریم یه کلاس کنکوری جایی بریم. بله لازم نه ها. چرا؟ چرا؟ برای اینکه ما از دیپلم ما کی دیپلم گرفتیم؟ 60 سال پیشتیم. الان دوباره میخوام کنکور، این فاصله که افتاده پشت ما باد خورده. یادمون رفت یه کلاس کنکور خوبی بریم که این یادآوری بشه که بتونیم با رتبه بالا قبول شیم. خیلی خوبه، خوبه. واقعا موجینه. آخه با کدوم باشه من هم با کلاس کنکور موافقم. جواب میده کلاس کنکور بریم. بله خب میگه با کدوم پول ما که پول نه یعنی منظور بامشاد اینه که ما که پول نداریم که. ما که چندر قاضی که میگیریم از این سر پشت تا اون سر پشت تموم پس اندازم که نداریم که. خب ما با کدوم پول بریم کلاس کنکور؟ حالا همه اینایی که گفتی عدی خان یعنی چی؟ الان ما چی کار کنیم براتون؟ شما نمیتونی کاری بکنی، ولی یکی هستش، یکیه که اون یک کارایی میتونه بکنه. کی؟ اونی هم ددی. نه نه ببینید من توضیح اون یکی دیگه که ایشون میگن کسی نیست جز کسی که پس وردا میخواد به داماداش افتخار کنه بگه من دوتا داماد دارم که تحصیل کردن و با کلاس هم. کی؟ کیه؟ یه کسیست اون شخص که یعنی میگه دامادای گلم و میگه که دوست دارم تحصیل کرده و با کلاس باشن و کسیست که روی دخترهای خودش رو زمین نمیندازه. کیه؟ یوم دیشم یه کلا میگه بیرون که دخترهاش روشو زمین نمیندازن. خب کیه؟ خدا آیکیو یعنی هویج پخت. خب دادی دادی تنها کسی که میتونه پول کنکور به ما بده کلاس کنکور بده دادی. چی؟ متحول شدم میخوام برن دانشگاه پول دو میلیون من پول بدم برم اونا بذارم برم اونا دانشگاه قبول شن. لازم نکرده اونا دانشگاه میخوان چه کار؟ اونا باید دارن کانون اصلاح تربیت آدم هن اونا. گریه نکن. الو کجا رفتی؟ الو منیجا چیه مجده بابا؟ چیه؟ ها خدا نکنه بابا قربون صدقه من نرو اینقدر خدا نکنم. باشه بگو بیان این 2,000,000 من بدم. ای خدا من کی از دست اینا بگو بیان اینا کی من از دست اینا راحت میشم نمیفهمم. بله بله و بلا پاشو از جلو چشم من برید و برکن. اصلا امروز اعصاب ندارم. کارم میمون آقای ددی. پاشو برو سعید من اعصاب ندارم امروز. بذار محترمانه پاشی بری بی ادبانه تو رو نفرستم بیرون. با
پاشو برو. بله. تو همه قد لفت اینه نزم. گم شو. پاشو برو بیرون دیگه. پاشو برو بیرون. میبینه اعصابش داغونه. مگه نمیگم همه بیرون بیرون. منم برم؟ بله آقای قشنگ. بفرما برو بیرون. برو تو هم آبدار خونه تا غروب میبرم پیدات نشم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. گوه پول خوردم شامتون گل از گلتون شکفت. هم تو بالبال میزنید برا من. میخواید پرواز کنید ها؟ مردشو رو ترکیب جفتتونه ببرم. فقط من دلم میخواد که شما دانشگاه قبول نشید. قرون تا قرون این پول از حلق شما میکشم بیرون. ای خدا ای من از دست اینا راحت میشم. ای آخر کاری هم دست از سر من بر نمیدارم. یو میلیون تا پول؟ بیا ای خدا که همین الان که از در میره بیرون پودر شده تونه تحویل بگیرم. پودرتونو بفروشم غذای سگ درست کنن باش. ای خدا که خون پاره بخوره به جونتون تک تک تونه تحویل بگیرم تو گونی بردارید برید. بیچاره کردید منم. بدبخت کردید منم. بیچاره بشکن نزد بر من اینجا. چکلاره بردارید برید دنبال درس و تکلیف و مشق و اینا. برو چشم من نباشید اینجا. دیگم برو دیگم. آقا برنامه چیه الان؟ ما قرار شد که بریم دور دنیا رو بگردیم دوباره برگردیم همینجا. آره دور دنیا رو هستم بخصوص با بالون میریم دور دنیا رد میگردیم تا پولمون تموم. بمیری با این بالونت خیلی خوب جاش اول مشخص بشه بعد با بالون یا هواپیما یا ماشینش اون وقت تصمیم میگیریم. آقا من که موتور توربو بستم رو ماشینه شما با من بیاییم بریم بعد یه تور ماهیگیری هم جای گذاشته بعدم میریم اونجا میریم قله های کوه های بلند. من هستم کورش هر جا بری باید پاس. خوبه منم با تو هستم. آی کیوها نفری 2 میلیون تومن و ما پول داده دادی با نفری 2 میلیون تومن میخوایم دور دنیا بگردیم. ناراحتی نداره که هر موقع پول کم آوردیم زنگ میزنیم میگیم کلاس کنکور تمدید شد 2 میلیون تومن دیگه بفرستیم برای ما بیاد. ها برو 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 برو. حالا یه چیزی من سلام حیات این منو ارفال کرد این نزاش من کلاس کنکور برم. این من الان روزی تقریبا 1000 تا تست دارم میزنم هوای آزاد به خاطر اینکه فعالیت مغز رو میبره بالا خیلی مفید هست. من فکر کردم که بیایم اینجا با هم بخونیم که اشکالای همدیگر رو بگیریم. ایو اشکالی همدیگر رو میری شما رومانتیکی ها مری منیشیده خونه سر درس مخشت سرت بلند کنی وارده همی گل مکوبم ده سرت. بله چشم. جناب آقای بامشد خان از فردا هم موقعی که کلاس کنکورتون تموم شد سرتو میندازی بی پایین هیچ جوای نمیسی هله هوله نمیخوری یه راست میری خونه. بله چشم حتما با باید جدی بگیریم این موضوع رو خیلی چون عقب هستی. بله باشید برید گم شد به درس و مشقتون برسید. بله. رتبه کمتر از 2 رقمی باشه من قبول نمی کنم. بله بله من که روزی 2000 تا تست دارم میزنم خیلی قشنگ و قشنگ و لیس بازی بس دیگه پاشید برید میگم. بله بله من پزشکی ترانه استاد میکنم. بله بله چشم پاشید برید پای چوبتو حلقتو نکردم گم شد دیگه. منیش بله تا سرتو برمیگردونی میخوان زیرابی برن. ولی موشی جونم من همش به امید اینم که اردل در کنکور قبول بشه و آها نه برو منیش جمع کنی پولا رو بیاری بابا. بله NACL با H2O ترکیب بشن چی میدن؟ آب نمک. اینا با هم ترکیب بشن آب نمک میدن؟ آره دیگه آب نمک. خدا خب چرا یه چیزی که نمیدونی؟ میدونم نه این دوتا آب نمک میشه با هم ترکیب شد H2O با اون آب نمک. بس دیگه شما دوتا که نمیتونید با هم درس بخونید خب چه اصراریه با هم شاد پاشو بریم خونه خودمون تکی درس بخون. آخه ایول اگه من پاشم بیام
این بیچاره اشکالاش از کی بپرسی؟ همون مونده تو اشکالات من درسی منو بگیری. تو آیکیوی میگو سخاری همون مونده که تو اشکالات منو بگیری. آقای بامشاد ببینید با هم دوست باشید. یک درسای اردل بهتر بلده به شما یاد میده، یه درسای شما بهتر بلدی به اردل یاد میدیم. بله درستیم. شیمی و فیزیک و حساب دیفرانسیل رو من به این یاد میدم. اینه ماله هر چی تونست به من یاد بده. بده من اینو حیوان من درستیم شیدم داره. شما نمیخواین یه چیز بیارین ما بخوریم؟ خب ما مغزمون داره فسفر، این که فسفر نداره مغزش، این که هیچ خیلی هم داره فسفر میسوزونه مغز من. واقعا یه چیزی بیارید بخوریم. آب پرتقال میخوریم. آره دستی در نکنی آب پرتقال مناسب. من برای چیرمز میارم. خیلی ممنون، زحمت میشه. ببخشید من کوروش، من تو رو میکشم. من خب هر میگم این برای امروز شیمی کافیه. بریم سراغ حساب دیفرانسیل. بمیری تو بمیری. چرا؟ ما راحت. این چه زندگی بود برای ما درست کردی؟ خنگ و درس داریم میخونی؟ درس داریم میخونی؟ خب چی کار کنی؟ از همه بچه همی الانش عقبتریم دیگه. تو خود درسات خودی اومدی مزرمی درس خودن ما میشی. هفته جنگ کاری بونه بکنی. با جه جه صحبت کردم، قرار شده که سالهای کنکور امسال رو بهمون بده. تمومه؟ بله؟ تموم شد آقا، صحبت کردیم باهاش. فی 1,750. 1,750,000. 1,750,000. تو دوباره 2,000 پول دست ما دیدی اومدی که نقشه کشتی اینا رو هم هاپولی کنی بره؟ من با جی جی صحبت کردم. خب یارو مطمئنه، اوکیش کردی. خب بعد نصف پولو جلو میگیره، نصف پولو موقعی که قبول شدیم. یعنی سوال و جواب کنکور همه رو میده به ما؟ آره قبوله دیگه. یواش باز تشکر دیگه. یواش، خیلی خانومامون نباید از این قضیه چیزی بفهمن. مفهومه؟ حالا بله ما بله. بیا جناب آقای کوروش خان، جنابالی خودتون خونه زندگی ندارید، هی اینجا پلاسی. بیا برو خونتون بذار به درسشون برسن اینا. FX2 که توی واحد مزدوج این چیز هست، من اومدم اونو الان رفع اشغال کنم. یه بار اتفاقا انتگرال اینو که میگی رو من گرفتم. چی شو؟ رسیدم به کتانژانتش. او ما فکرم گریه این اسیل رو. وای اگر شما همینجوری با پشت کار درس بخونید حتما قبول میشه. من یکی که اینو بعید میدونم. میریم تو گروه خودم بالا. خیلی شخصی چیرموز. خیلی ممنون. خونتون. از تو نیت گل در اومده. نخند خونتون. آها بفرمش. پارماجان. پارماجان؟ نه اشتباه خونی. پارماجان؟ گیر ندی. نه این چیه؟ این بد چاپ شده. پارماجان؟ بد چاپ شده. خب این من این چی کار کن؟ چرا چیزی که نمیدونی دیگه؟ میدونم. پارماجان داریم؟ این اشتباه چاپ شده. بده من اینو. ای بابا چرا نمیاد پس؟ این همه بایستادی محلاف. بابا اسی گفت اینا تو سالا تو جاساز رفته، از جاساز سالا رو بیاره. میگم دلم واقعا میسوزه برای اونه که پول نداره. ما که پول داریم سالا رو میخریم، جوابارم میخریم. اونه که پول نداره چقدر باید درس بخونه. آره واقعا ما پول داره هیچ مشکلی نداریم. اینا هم که پول ندارن بیارن درس بخونن به ما چه. خب دیگه پولاتون رو آماده کنی. اومد اینجا یه خورده تابله، نمیشه زیاد چیزی که مطلب که پولو بزن. آره آقا من 1,700 برای خودم آوردم، یه پاسخنامه اختصاصی برای خودم بگیرم. ای خدا من با این چیکار؟ IQ ستایی که دنگی گذاشتیم شده 1,700، یه پاسخنامه میخریم. هر ست پاسخنامه ای که میدن برای هزاران نفر. اینه خودم نه، برای هزاران نفری است، ده ها هزاری که در کنکور شرکت میکنن همه یه پاسخنامه دارن.
تو یه پاسخنامه 1700 میدی برای خودت میخری؟ نه، چرا چیزی که نمیدونی؟ میدونم. یه پاسخنامه برای خود جدا میخری. این پاسخنامه همونه که همه میخرن. بابا یه دونه میخریم 1700. اخر شریف. آره، این 1700 برای هممونه یه پاسخنامه. حالا بذار بعدم پول میده حساب اومدش. سلام علیکم. سوالا با جواباش کامل کامله. پولتون آماده است؟ بله بله. میگم میشه اگه یه تخفیفی با خیر بده، معامله انجام شده به دو طرف خیر بده. این هم سوالاست هم جوابا، هم سوال هم جواب به صورت کامل. بله. آماده آماده عزیزی جون. جون به جی جی بسیار بسیار سلام برسونات. اون خیلی کار درسته. جی جی گفتش که ما رفاقتمون هست، فقط دکتر شده رفاقتمون از بین نره. من که واقعا شخصا خودم به جای برسم شما دوستان خوب فراموش نمی‌کنید. بله. بله منم اگه اتفاقی بیفته به صورت مجانی ویزیت و استاد میکنم. بله ما رایگان ویزیت شماها رو ویزیت میکنم. خیلی برو شما بفرمایید. خدا آقا جان بریم الان خانومامون اینجا یه وقت میرسن ما رو ببینن. برو برو. اینو تا کلاس کنکورشون که تمام میشه. دادی تا یه هفته قبل کنکور این کلاس کنکورا طول میکشه. هیچی دیگه، بامبول بهونه کم داشتن، این کلاس کنکورم شاخ میکنن دیگه رسمن اداره نمیان. دادی جونم، عوضش میرن دانشگاه، مدرک میگیرن، بعد ما به اونا افتخار میکنیم. من که بعید میدونم بابا یه دوتا غلطی بکنن که ما بتونیم بهشون افتخار کنیم. ولی دادی، من همچنی یه نموره نگران میزنم. دیگه نگران چی میزنی بابا؟ پول میخواستم که دادم بهشون. نه دادی، من منظورمون نیست. منظور من اینه که اگه اینا برن دانشگاه قبول بشن اون وقت هیچی دیگه، بیا و درستش کن. نه موجی جونم، اونا شوهرای ما، اونا به هر جا که برسن انگار ما نرسیدیم. میشه تو چیزی نگی؟ نه دادی، من میخوام بدونم این دوتا تا حالا جنبه چی رو داشتن که جنبه این یکی رو داشته باشن. خب اما یه خورده اگه پروانه‌ای نگاه کنی درست میشه. برو بینیم بابا پروانه‌ای. منیج راست میگه، چیز مجده راست میگه بابا. این دوتا اگه تقه به توقه بخوره کنکور قبول بشن دیگه اینا را نمیشه جمع کرد. بله بله. باید یک کاری بکنیم ما. دادی من یه پیشنهادی دارم. میگم من و منیج بریم کنکور شرکت کنیم. من یه لیسانس چیزی بگیرم، منیجم فوق و تخصص از این حرفا. آره من خیلی دوست دارم دادی تخصص بگیرم. یه خورده اردلم روش کم میشه آخه. ببین بابا جان، اینجا که الان غریبه نیستم، خود ما هستیم، جمع خانوادگی هستم. هیچ که نفهمه دیگه خود ما میفهمیم که شما IQ درستی ندارد که بخوای کنکور قبول بشی بابا. همین مدرک دندون پزشکی منیجرم من پول دادم خریدم. آنا این کجا عقلش میرسه که کنکور امتحان بده بابا؟ دادیم اینجوری نگاه میکنی الان تمام بینندگان دیدن که شما چی گفتین زشته. بابا جان حرفا میزنید تو هم بابا، دست ما دیگه جلو بینندگان روی شده دیگه بابا. دادی الهی که قربون وقار و متانتتون بشم. دادی ما از اول برنامه تا حالا جلو اینا کم نیاوردیم، نزا این آخری جلوشون کم بیاریم. دادی یه قسمت دیگه مونده. آره منم خوشم میاد که برم فوق تخصص و اینا. دادی من برم این لیسانس رو بگیرم. یه حال اساسی از باشم. بس کن، همینه که گفتم IQ درست حسابی شما نداره برای یک کنکور. دادی من میخوام مدرک. دادی بابا من حالا فکر کنم که بشه یک جور کنکور پیچوند. شما را که نمیشه پیچونی، کنکور شاید بشه. گرفتار کردم خودم رو دوباره. پیردوسکو؟